به نام آفریننده زیبایی ها، به نام خداوند بخشاینده مهربان، معطر و مزین میکنیم تلیعه برنامه خودمان با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود و احترام داریم محضر یکایک شما همراهان نازنین تلویزیون جهانی هادی. با برنامه به وقت بیداری مهمان چشمان مهربان و بزرگوار شما عزیزان هستیم. افتخار ما در برنامه امشب 200 چندان هست، به این خاطر که مصادف شده است با شب سراسر نور ولادت آقا و مولایمان امام حسن عسکری علیه السلام. تبریک عرض میکنیم این شب نورانی، این شب بسیار مبارک محضر آقا و مولایمان فرزند برومند حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین شما بزرگواران. بسیار خوشحال هستیم که در این برنامه در شب چهارشنبه همراه شما عزیزان در محضر استاد رمضانی عزیز انشاءالله به افتخار خدمت رسانی رسیدیم. استاد سلام علیکم، تبریک عرض میکنیم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم و همه بیننده ها بسیار محترم و عزیز سلام عرض میکنم و همچنین تبریک عرض میکنم این میلاد بسیار مبارک و عزیز ره و از خداوند سبحان طلب میکنم که به حق میلاد امشب هرچه زودتر فرج فرزندشان را معجل بفرماید انشاءالله. استاد عزیز بسیار تشکر. با توجه به اینکه عزیزان مشتاق هستن که ما موضوعی که در چند جلسه گذشته در خدمت شما استاد محترم بودیم سیره قضایی امام علی علیه السلام بررسی میکردیم، اما امشب با توجه به این مناسبت بسیار میمون که شب میلاد آقا هست مصادف شده برنامه ما، میخواییم به صورت مناسبتی در مورد ویژه به صورت خاص از امام حسن عسکری علیه السلام بشنویم و از زمینه سازی ایشان برای غیبت آقا و مولای ما امام زمان علیه السلام. اگر مقدمه‌ای داریم استاد از شما میشنویم و سوالاتی که آماده کردیم از محضر شما خواهیم پرسید. من خیلی خلاصه به یک بیوگرافی مختصر از امام عسکری علیه السلام اشاره بکنم. وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام در طبق یک نقل قول، چون 3-4 تا نقل قول هست در روز میلاد حضرت، نقل قول مشهور همه هشتم عرشبت خدمت شما ربیع الثانی هست و با توجه به ای که باز نسبت به زمان شهادت حضرت هم اختلاف هست و ستا قول هست که اگر در مدت عمر شریف ایشان گاهی 28 سال گفته، گاهی نسبت به 30 سال و 29 سال، ولی خب قول معروف همینه که حضرت در هشتم ربیع الثانی به دنیا آمدن و مدت امامت حضرت 28 سال بود و در این مدت کوتاه بار سنگین امامت و ولایت را تحمل فرمودن و این بار را به وجود مقدس صاحب العصر و زمان سپردن. بله، در خدمت شما. سلامت باشیم استاد. قبل از اینکه سوالات آغاز کنیم اجازه میخوایم تا پول ارتباط اعلام بکنیم و انشاءالله سوال اول از محضر شما خواهیم پرسید. انشاءالله. پول ارتباطی برنامه بسیار آشنا هست برای یکایک شما بزرگواران، اما باز هم بنده وظیفه رسانه خودم انجام میتونم. نمبر مثبت 964-780-255-4013 در خدمت شما عزیزان هست. از این پول ارتباطی دو طرفه به 24 ساعته استفاده کنید و حتما ما را مورد لطف خودتان قرار بدین از طریق پیام های ارزشمندی که برای ما روان میکنید، پیام هایی که ممکنه در آنها صحبت هایی باشه از بنده و سازندگان برنامه، تشکریایی باشه که از اساتید محترم انجام میدین و همچنین پیشنهادها و سوالاتی که شما بزرگواران دارین. حتما یکایک این پیام ها چی صوتی چی تصویری و چی متنی رصد میشه و همه آنها در این برنامه ها لحاظ خواهد شد. با افتخار در محضر شما عزیزان هستیم در شب ولادت امام حسن عسکری علیه السلام. جناب استاد رمضانی، سوالی که به عنوان سوال اول بنده میخواییم از شما داشته باشم ای است که شاید وقتی که ما بیشتر به امام حسن عسکری علیه السلام و دوران امامت ایشان
و بعد از آن دوران شروع دوران امامت امام زمان علیه السلام میرسیم، بیشتر سوالات ما در مورد غیبت امام زمان علیه السلام است. درست. سوالی که ما در تلیعه بحث شما خواهیم داشت است که با توجه به روایات بسیار متعددی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیه السلام به ما رسیده که هیچگاه زمین از حجت خدا خالی نخواهد بود، بله، چطور میشه که بعد از امام حسین عسکری علیه السلام 11 جانشین پیامبر تا روز قیامت 12 نفر خواهد بود و حجت بر زمین خواهد بود؟ این رو برای ما کمی تبیین بفرمایید. بله، من سوال شما رو اینجور فهمیدم، من توضیح بدم که با توجه به که عمر یک انسان به طور طبیعی خب 100 سال 200 سال یا کمتر 60 سال 70 سال می باشه و جانشینان پیامبر هم بر اساس روایات بسیار متواتر 12 امام معصوم هستند. 11 امام معصوم تا امام عسکری علیه السلام عمر شریفشان سپری کردن و حضرت امام حسن عسکری هم خب در سن 22 ساله 23 ساله هستند که به امامت می رسن. حال چجور میشه که و چی رقم میشه که یک حجت باقی مانده، یک امام باقی مانده و تا قیامت بنا هست که این زمین خالی از حجت خدا نباشه؟ چه برنامه خداوند تنظیم فرموده که هم زمین خالی از حجت نباشه و هم با یک شخصیت در زمین باقی مانده از حجت‌های الهی ایشان چه مقدار عمر خواهند کرد و چه برنامه خداوند تنظیم نموده؟ میرم با یک روایت از وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام خدمت شما پاسخ میدم که این روایت شاید بسیاری از سوالهای دیگری هم که در ذهن بیننده های محترم باشه اینا رو پاسخ بده. استاد قبل از اینکه روایت شما بفرمایید، یک آیه از قرآن به ذهن بنده زد که مضمون آیه ای هست که پیامبر هیچگاه حرفی را از روی هوا و هوس بین مردم نمیگویند. بله. و تنها چیزی میگویند که وحی است و در واقع اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که زمین هیچگاه از حجت خالی نخواهد بود، پس قطع به یقین تا روز قیامت ای واقعا باید اتفاق بیفته. بله، بله. و اگر طبق فرمایش شما ما عمری یک انسان به صورت طبیعی حساب کنیم، باسم شاید با عقل ما جور در نیاد که تا روز قیامت یک نفر به عنوان حجت باشه و چه عمری طولانی داشته باشه. بفرمایید. این روایت شریفه که خدمت شما عرض میکنم در کتاب‌های مختلف نقل شده، از جمله در کتاب شریف کمال الدین مرحوم صدوق در صفحه 384 روایت مقدار مفصل هست. من مقدار از اون خدمت شما عرض میکنم. یک بزرگواری هست به نام احمد ابن اسحاق که از راویان بسیار معتبر هستن، ایشان میفرماد که دخلت علی ابی محمد، من وارد شدم خدمت وجود مقدس امام حسن عسکری که ابو محمد به ایشان کنیشان بود، و انا اريد ان اساله عن الخلف من بعده، من قصدم این بود که خدمت آقا برسم و از جانشین بعد از امام سوال بکنم. بله. فقال لی مبتدئاً، حضرت بدون ای که من سوال بکنم سوال مرا میفهمید. خب امام به علم الهی به اذن الهی از اموری خبر دارن. قبل از این که من بپرسم حضرت پاسخ را فرمود یا احمد، ای احمد ابن اسحاق، ان الله تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی از زمانی که حضرت آدم را خلق نمود زمین را خالی از حجت قرار نداد. یعنی اولین مخلوق حضرت آدم حجت خدا بود، پیامبر بود، و تا قیامت ای زمین را خالی از حجت قرار نخواهد داد. این حضرت فرمودن الا ان تقوم الساعه، تا زمانی که قیامت برپا بشه. من حجت لله علی خلقه. بعد حضرت یک سوال مخفی رند شاید در ذهن بعضی بیننده ها باشه پاسخ گفتن که خب چه آثاری دارد وجود حجت برای بشر، برای زمین، برای مخلوقات؟ یک آثاری است که خصوص هست برای کسانی که پیروی میکنن،
خب اونها از بیانات حضرت استفاده میکنن، به سعادت میرسن، به کمال میرسن. یک فایده هایی هست که برای کل مخلوقات داره، حتی حیوانات، حتی جنبندگان، حتی کسانی که ایمان ندارن به حضرت، اونا هم از وجود مقدس حجت خدا بهره مند میشن. فرمود به یمنه روز قرار بله بله بهی یدفع البلاء عن اهل الارض، خداوند به سبب حجت خود، به لطف وجود حجت خود، بلا را از زمین دفع میکنه. بسیاری از بلاها گاهی کسانی که در ارتباط با فضا تحقیقاتی دارن میگن خطراتی که زمین را تهدید میکنه، برخی از سنگ هایی که در فضا رها هست، اگر یکی از آنها به زمین بخوره، خب زمین پودر میشه، از بین میره. و این بلاها بسیار فراوانه. خدا فرمود که به لطف وجود حجتش بلاها را دفع میکنه. این معلوم میشه که بس سبب و مسبب در عالم تاثیرگذار هست. بله. استاد اجازه میتین تا لحظات دیگر همراه عزیزمون در اتاق فرمان شویم و ادامه این حدیث ارزشمند و بسیار نورانی را از شما انشاءالله بشنویم؟ انشاءالله. سلامت باشید. همراه شما بزرگواران هستیم با برنامه به وقت بیداری در شب میلاد امام حسن عسکری علیه السلام. زمین چشم تماشا شد، امام عسکری آمد، بهشت آرزوها شد، امام عسکری آمد. هوای سامره گلپوش از عطر نفسهایش، هوای سامره گلپوش از عطر نفسهایش، گل ایمان شگوفا شد، امام عسکری آمد. سروش هاتف غیبی بشارت داد هادی را، گره از کار دل وا شد، امام عسکری آمد. حسن خویش، حسن رویش، حسن بویش، حسن مویش، تمام حسن پیدا شد، امام عسکری آمد. چنان پیچیده در صبح ازل گلبوی لبخندش که عقل از شوق شیدا شد، امام عسکری آمد. صفا دارد سرور اهل دل در عالم معنا، بساط سور برپا شد، امام عسکری آمد. تجلی کرد در برق نگاهش هیبت حیدر، طلوع مهر زهرا شد، امام عسکری آمد. صدای پای او در کوچه باغ زندگی پیچید، حضورش عالم آرا شد، امام عسکری آمد. حضورش عالم آرا شد، امام عسکری آمد. آسمان در طلوع یک خورشید می کند روزهای خود تمدید، این چه نوریست در افق پیدا، این چه نوریست، نور عشق امید. در سحر جلوعش که می گوید نور او فاطمیست بی تردید، در میان سکوت سرد حجاز گوش دل یک صدای ناز شنید. خبری آمد از سرادق عرش، گل بریزید فاطمه خندید، پدرش دور خانه می گردد، بر لبش ایکات و توحید. چشم در چشم کودکش دائم می نماید خدای خود تمهید. تبریک عرض میکنیم محضر یکایک شما بزرگواران. باز هم شب نورانی و پربرکت میلاد آقا و مولایمان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. انشاءالله که هر جا که هستید در بهترین حال روحانی خودتان باشید.
جناب استاد رضا عزیز در محضر شما هستیم. حدیثی که آغاز کردید میان برنامه دیدیم و شنیدیم و انشاءالله در ادامه در خدمت شما هستیم. بله. شخصی خدمت وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام مشرف شد و قصد او ای بود که از حجت خداوند بعد از امام عسکری بپرسد. امام ابتداعا فرمودند که خداوند از اول خلقت تا قیامت همیشه زمین ره همراه با حجت قرار میده، به هیچ وقت خالی از حجت نمی باشه. بعد برکات وجود مقدس حجت را بیان فرمودن، یکی که خداوند به سبب او بلا را از زمین دفع میکنه و زمین نابود نمیشه. البته خب بلاهای جزئی است، به خاطر گناهان انسان ها همیشه آفت هایی هست، ولی بلای کلی که زمین پودر بشه او را خداوند نگه میداره. دو، فرمود بهی و نزل الغیث، خداوند به سبب حجت خود باران نافع را میفرسته. در عرب به هر باران غیث نمیگن، که ای که میگم یا غیاث المستغیثین، کسی که به فریادمان برس، ای فریاد رس، او باران را میگن غیث با سه سنقطه، که فریاد رس باشد، نافع باشد. او بارانهای نافع را خداوند به برکت امام زمان میفرستد که کجا ببارد و نفع بدهد. و یخرج به برکات الارض، برکات زمین، آنچه که انسان ها از او تناول میکنن، همون که فرمودن بیمنه رزق الورا، مخلوقات بیمنه وجود امام معصوم و حجت خدا روزی میخورن. این برکات حجت خدا است. اینجا که رسید، او سؤال راوی به صراحت مطرح کرد که یبن رسول الله. این هم خیلی جالبه که خب خیلی معروفه و خودشون هم به افتخار میکردن که به ائمه ما میگفتن یبن رسول الله، تا ما فرزندان رسول خدای. یبن رسول الله، حجت بعد از شما چه کسی میباشه؟ آقا فرمودن مقداری صبر کن. فدخل مسرعن، حضرت داخل یک خانه شدن، یک خانه کنار بود و حضرت با یک فرزندی برگشتن، فرزندی با آغوش اینها بود. راوی میگه وقتی من نگاه کردم در حدود 3 سال به نظر میرسیدن. چهره اونها وجهه کل قمر لیلت البدر، مانند ماه شب 14 نورانی و درخشان بود. فقال یا احمد ابن اسحاق، به راوی فرمودن که احمد ابن اسحاق، لولا کرامتک علی الله، اگر جایگاهی که تو در نزد خداوند داری یک فرده برجسته ای بود، فرد مورد اطمینانی بود، فرمودن که اگر تو در نزد خداوند عزیز نمی بودی و در نزد ما اهل بیت عزتی نمی داشتی، ما این فرزند به تو نشان نمی دادیم. معلوم میشه بسیار حفظ میکردن، احتیاط میکردن، چون امین بود و راز نگهدار بود. فرمودن ای شخصیه که همی فرزندی که به آغوش من هست، لولا کرامتو که علی الله و علی حججهی ما عرضتو علی که ابنی هازا انهو سمی رسول الله، ای طفلی که به آغوش منه نامش نام پیامبر هست، یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و کنیهی، کنیه او هم کنیه پیامبر هست، یعنی ابوالقاسم هست. الذي يملا الله به الارض قسطا وعلى كما مولى الظلم مجا، ای همو کودک و همو عزیزی هست که خداوند به سبب او زمین را پر از قسط و عدل میکنه بعد از اینکه پر از ظلم و جور شده باشه. بعد فرمودن یا احمد ابن اسحاق، مثله في هذه الامه كمثل الخضر، مثل این فرزند من در بین امت اسلام به مانند مثل و شبیه حضرت خضر است در امتهای قبل. و مثله مثل ذلقرنین، یا شبیه مثل ذلقرنین است در امتهای قبل. والله، او سوالیه که گفتیم در آغاز بس که خب 11 حجت خدا بعد از پیامبر تشریف آوردن، یک حجت خدا باقی مانده، چگونه تا قیامت زمین خالی از حجت نخواهد بود؟ فرمودن برنامه خدا این است که عمر طولانی به این فرزند من خداوند مرحمت میکنه. والله لیغیبن غیبتن
خداوند ای فرزند مره به یک غیبتی و پنهان شدنی مقدر می فرماید که لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبته الله، کسی در زمان غیبت فرزند من اهل نجات نخواهد بود مگر اینکه خداوند او را ثابت قدم نگه داره، خداوند حفظش بکنه، علی القول به امامته، بر ای که امامت او را بپذیرد. با ای که غیبت هست و نمیبینه، با توجه به روایاتی که آمده امامت بپذیره. و وفقه فی حال دعا به تعجیل فرجه، در زمان غیبت کسی میتونه اهل نجات باشه که برای فرج فرزندم دعا کنه و از خداوند طلب فرج فرزندم را بکنه. فقال احمد ابن اسحاق، احمد ابن اسحاق اینجا یک سوال کرد که یا مولای فهلی من علامت یطمئن الیه، بسیار فرد فهمیده بود ولی گفت که یک علامتی که بیشتر مطمئن باشون، مثل همون که حضرت ابراهیم علیه السلام با اینکه ایمان به خدا داشت فرمود خداوند دا یک چیزی که قلب ما مطمئن بشه نسبت به اعتقاد به معاد، که چهار تا پرندره خدا فرمود بگیر اینها رو آماده کن و قسمت قسمت کن، سر چهار تا کو بذار، دعا کن اونا به سمت تو زنده میشن و میان، یعنی معاد رو برش نشان داد. احمد ابن اسحاق گفت که یک علامتی که من مطمئن بشم، آقا فرمودن به طفل اشاره کردن، طفل حضرت حجت ابن حسن به سخن آمدن به لسان بسیار فصیح، فرمودن انا بقیت الله، انا بقیت، بله من بقیت، من همون ذخیره الهی هستم، فی ارضه و المنتقم من اعداء الله، من همون کسی هم که از دشمنان خداوند ستمکاران انتقام میگیرم، ظالمان به دست من سرنگون خواهند شد. فلا تطلب اثرا بعد این، بعد فرمودن به احمد ابن اسحاق که بعد از این که به حقیقت رسیدی دنبال اثر نگرد، تو الان به حقیقت رسیدی، این حقیقت رو میبینی، به دنبال علامت نباش. بله استاد، یک دقیقه وقت دارم تو میبرم. احمد ابن اسحاق میگه من بسیار خوشحال شدم، از فرط خوشحالی دیگه نه سوال یادم رفت، سوال دیگری هم داشتم یا نه، و بسیار خوشحال بیرون آمدم. بعد که بیرون آمدم یک سوالاتی باز به ذهن من رسید، لذا فردا دوباره خدمت امام عسکری مشرف شدم و گفتم آقا شما به من منت نهادید، این بزرگواری که به من معرفی کردین، حالا یک سوال. فرمودین مسئله او در بین امت مسلمان مسئله خضر است و مسئله ذوالقرنین است، چه سنتی بوده در ذوالقرنین و در خضر که ایشان به مانند آن دو بزرگوار هستند؟ فرمودم غیبت طولانی آن دو بزرگوار. توضیح باشه؟ باشه شما در بخش بعد. خوش به حال احمد ابن اسحاق که در محضر حجت خدا، حجت نهایی و آخرین وعده الهی را به چشم خود دیدن. بله. در بخش سوم همراه شما خواهیم بود. انشاءالله. همچنان همراه ما باشین با به وقت بیداری در شب میلاد امام حسن عسکری علیه الصلاه و السلام. ای به حق مقتدا، ایها العسکری،
ای به حق مقتدا، ایها العسکری، ای ولی خدا، ایها العسکری. شمع جمع همه، یوسف فاطمه، زاده مرتضا، ایها العسکری. روز میلاد تو پرزند یاد تو، روز میلاد تو پرزند یاد تو، دل سوی سامرا، ایها العسکری. پرشکسته به بالا نمی رسد هرگز، تلاش می کند اما نمی رسد هرگز. کبوتری که هوایی نشد در این وادی، به آسمان تمنا نمی رسد هرگز. اگر اجازه نیاید، اگر اجازه نیاید که تا ابد معشوق به سوی خانه لیلا نمی رسد هرگز. چنان مقام به عشاق می دهد الله، به فکر مردم دنیا نمی رسد هرگز. و بی ولای تو و خانواده ات آقا، کسی به عالم معنا نمی رسد هرگز. مثبت 964 780 255 4013 در خدمت شما عزیزان هست. حتما با ما در ارتباط باشین. در فضای مجازی این برنامه ها قابل دسترسی هست. همه شما عزیزان مستحضر هستین که از طریق آپارات، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب برنامه های شبکه جهانی هادی و برنامه به وقت بیداری در دسترس شما عزیزان هست. حتما دنبال کننده باشید و به همه عزیزان و همراهان خودتان هم پیشنهاد بدین تا این برنامه ها را حتما دریافت کنند و دنبال کننده باشند. در محضر شما هستیم استاد رمضانی بزرگوار. بله. در ادامه فرمایشات شما و احمد ابن اسحاق. بله. من این نکته بسیار خلاصه اشاره بکنم، شاید سالهای دیگری هم باشه، که احمد ابن اسحاق پرسید که خب در جناب خضر و در جناب ذوالقرنین چه خصوصیتی بوده که این خصوصیت در امام زمان و جانشین شما هست. آفرمودن غیبتی که آن دو بزرگوار کردن. ببینید در ارتباط با حضرت خضر سه تا خصوصیت بود که در روایت آمده که در امام زمان هست. یکی ای که حضرت خضر عمر طولانی دارن، این خداوند آفرید حضرت خضر تا ذهن مردم اینو بعید نشماند که یک انسان چی رقم بشه که بسیار عمر هزار ساله و بیش از هزار سال داشته باشه. خداوند حضرت خضر در امتهای قبل آفرید و نگه داشت و هست، ایشان زنده هستن و تا زمان امام زمان هم هستن و از یاران حضرت می باشن. دو ای که حضرت خضر پنهان است و ای باز بحث غیبت حضرت امام زمان را حل می سازه. و سه ای که سر غیبت امام زمان بعد از ظهور مشخص میشه چرا غیبت کردن، گرچه چیزهایی گفته شده ولی حقیقت آن بعد از ظهور. همون رقم که در داستان حضرت موسی و حضرت خضر سر او ستاکاری که حضرت خضر فرمود که کشتی را سوراخ کرد و او دیوار را صاف کرد و او بچه را کشت، سر این ستاکار بعد از عمل اینها مشخص شد که حضرت موسی خواست از حضرت خضر جدا بشن، او وقت این سر حضرت خضر مشخص کردن. بله. نسبت به حضرت ذوالقرنین هم این بود که دوبار اینا از قوم خود غیبت کردن. یک بار قوم دعوت ایشان نپذیرفت، ایشان مدتی رفتن، باز دوباره آمدن، باز دوباره نپذیرفتن و دفعه سوم که آمدن خداوند بزرگوار یک حکومتی داد که به شرق و غرب توسعه داشت. همین رقم دو غیبت نسبت به امام زمان هست و باز حکومت حضرت هم جهانی است که به شرق و غرب عالم پرچم حضرت نفوذ داره. بله. استاد، از اونجایی که موضوع برنامه امام حسن عسکری علیه السلام و زمین سازی حضرت برای غیبت امام زمان علیه السلام هست، سوالی که
بیشتر ما رو به موضوع نزدیک میکنه اینجا این هست که چرا بیشتر موالیان و شیعیان حضرت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در مورد حجت بعد از ایشان سوال میکردن. بله، این حقیقت به این برمیگرده که خود تولد وجود مقدس امام زمان به شکل بسیار معجزه آسا و مخفی صورت گرفت، به خاطر ای که دشمنان از قبل فهمیده بودند بر اساس روایات متواتره که بود که یک فردی خواهد آمد ظالمان را سرکوب میکنه و جهان را پر از عدل و داد میسازه. همون رقم که در زمان حضرت موسی فرعون فهمیده بود موسی خواهد آمد با او ویژگی ها و سعی میکرد اطفال را بکشه. خب مخفیانه چون به دنیا آمد، پیروان اهل بیت اینا نمیفهمیدن بعد از امام عسکری امام بعد و حجت بعد کیه، و اگر امام عسکری چون بالاخره ائمه رو شهید کرده بودن اتفاقی برای حضرت بیفته، اینها میگفتن که حجت بعد از شما برای ما مشخص نیه. پس ای بود که حضرت کوشش میکردن به انواع مختلف این زمین سازی رو بکنن. گاهی نام حضرت رو میبردن، گاهی مثل این جریانی که خدمتش مرز کردیم حضرت رو نشان میدادن به کسانی که بسیار افراد خاصی بودن، که باز اونها به اشخاصی که مورد اطمینان اونها هستن اونها رو معرفی بکنن. بسیار دشمنان در مورد این زمینی سازی حضرت برای غیبت، در مورد این برنامه‌ای که حضرت داشتن برای ولادت امام زمان، برای معرفیشان به افراد خاصی که به اونها اطمینان داشتن، چه برنامه و نقشه داشتن؟ نقشه اصلی دشمن ای بود که به یک رقمی جلو تولد امام زمان رو بگیره. او به این رقم که شخصیت وجود مقدس امام عسکری رو به سامر را فراخواند تحت نظر باشه، و در سن کم هم حضرت رو شهید کردن. و اونا فکر میکردم که هنوز او فرزند به دنیا نیامده. با قصد ترور و شهادت حضرت این برنامه را داشتن که جلوگیری بکنم از وجود مقدس امام زمان، و به این خاطر است که در روایات متعدد نامه ای از حضرت پخش شد، به دست مردم رسید توسط موالیان که دشمنان ما گمان میکردند قصد با قصد کشتن من جلو امر الهی را بگیرند، او که خداوند مقدر کرده، در حالی که اینها نمیفهمند چیزی که خداوند قادر مقدر کرده کسی جلو به او را گرفته نمیتانه، چیزی که اون خالق متعال مقدر کرده او محقق خواهد شد، و او دشمنانی که قصد کشتن ما را داشتن خود اونها زودتر از ما کشته شدن و خداوند اعتقاد و باور اونها را مردود کرد و تکذیب کرد. اونا میخواستن با کشتن حضرت جلوه تولد امام زمان رو بگیرن که خداوند نقشه اونها رو نقشه براب کرد و فرزند به طور معجزه آسا در خفا که عده کمی متوجه بودن، اونم به نوع یک سر که به هر جا نگن، فقط به اشخاص بگن که مورد اطمینانند، چون دشمن اگر خبر میشد قطعا ممانعت میکرد از رشد و بزرگ شدن فرزند امام حسن عسکری علیه السلام. بله استاد، با توجه که ما کمتر از 5 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه، سوال بعدی ای است که البته در فرمایشات حضرت عالی در خلال بس از ابتدای برنامه ما جوابش تا حدودی دریافت کردیم، اما به صورت مشخص برنامه امام حسن عسکری علیه السلام برای معرفی امام زمان علیه السلام چی بود؟ بله، یکی این بود که حضرت به اشخاص خصوصی به بسیار مورد اطمینان معرفی میکردن، حضرت نشان میدادن، صفاتشان را میگفتن. در برخی از موارد حضرت به او قوه الهی یک صحنه های از غیبت را به اونها نشان میدادن. به عنوان مثال یک روایت داریم که یک کسی خدمت حضرت رسید و از حضرت پرسید که جانشین بعد از شما چه کسی هست؟ شخصی به نام یعقوب ابن منقوش میگه من داخل شدم بر حضرت و حضرت جالسون علا دکان فدار، روی یک نیمکتی یک چارپایه نشسته بودن و
در کنار اونها یک پرده آویخته بود، یک خانه بود روی پرده داشت. گفتم که ابن رسول الله یا سیدی، بعد از شما این امر به کی میرسه؟ عارفم بودم این پرده را بالا بزن. دیدم یک جوانی، همون نوجوانی که در همون سنای طفولیت بودن با همون ویژگی ها، واضح الجبینین، بسیار خوش سیما، ابیض الوجه، چهره نورانی، فی خد الایمن خالون، در گونه راست حضرت یک خالی بود. فرمودن این فرزند من بعد از من صاحب امر شماست و امام است. بعد که دید فرزند، فرمودن بیا نشستن. بعد فرمودن دوباره برگرد به داخل خانه. پرده رو انداختن، فرمودن به ای جناب یعقوب ابن منقوش که پرده رو بزن بالا، برو ببین داخل خانه کیست. میگرفتم داخل خانه، دیدم که کسی نیست. یعنی حضرت آماده میکردن مردم رو به ای که این چونین غیبت خواهد نمود، از نظرها پنهان خواهند بود. این عملا حضرت به جناب یعقوب ابن منقوش نشان دادن که همین رقم که تو حال پرده رو کنار زدی، حضرت نمایان شد، دوباره پرده آویخته شد و حضرت پنهان شد، به همین رقم غیبت طولانی خواهند داشت. استاد یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. این کار امام زمان علیه السلام چه پیامدهایی داره؟ بسیار خلاصه. من خیلی خلاصه میگم چون که روایات بسیار فراوانه. یکی از پیامدهای انکار امام زمان اینه که باز در حدیث از امام حسن عسکری نقل شده که فرمودن اگر کسی ولو 11 امام را قبول داشته باشه ولی امام زمان را قبول نداشته باشه، این مانند ای هست که تمام انبیاء خدا را قبول داشته باشه ولی وجود مقدس پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبول نداشته باشه. و چون این شخصی کافر است، چون بالاخره انکار پیامبر آخر و ختم نبوت انکار همه انبیاست، و اگر کسی آخرین فرد از حجت ره، یعنی فرزند من، انکار بکنه، همه حجت ها رو انکار کرده. یک روایت، یک روایت هم به این رقم هست که فرمود اگر کسی امام زمان خودش نشناسه و از دنیا بره، به مرگ جاهلی مرده. این دوتا پیامده که انکار وجود مقدس امام زمان انکار همه حجت ها و انکار پیامبر هست، و اگر کسی خدای نکرده گرفتاری بشه، مردن او مردن عاقلانه با معرفت و از روی دین و اعتقاد به خداوند نخواهد بود، بلکه مانند زمان جاهلی که بت پرست بودن و اعتقادات خرافی داشتن، به مرگ جاهلی از دنیا خواهد رفت، که خداوند همه ما را از این آفتها حفظ بفرماید انشاءالله. خدا خیرتون بده استاد. در شب میلاد امام حسن عسکری علیه السلام، مانند برنامه قبل از فرمایشات حضرت علی استفاده کردیم، برای بنده بسیار مفید بود. امیدوارم که برای همه همراهان برنامه همینطور بوده باشه. شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم و از شما التماس دعای خیر داریم. تشکر از زحمت شما. سلامت باشین. شما همراهان بسیار نازنین، بسیار مهربان که تا این لحظه برنامه به وقت بیداری رو دنبال کردین، از شما هم تشکر می‌کنیم، باز هم تبریک عرض می‌کنیم. میلاد امام حسن عسکری علیه السلام، ان شاءالله که این کوچک خدمتی که از ما در این تلویزیون جهانی ارائه شد خدمت نگاه مهربان شما بزرگواران، مورد موافقت و مورد عنایت آقای امام زمان علیه السلام واقع شده باشه. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. انشاءالله که هر جا که هستید در بهترین حال خودتان باشید. برنامه امشب به پایان میبریم با دعای همیشگی خودمان. اللهم ان هذا منك و من رسولك و من حجتك.